بغلش خوب این بغلش اینجوری بگی بچه توش کنده میشه قشن همه اندازه میشه. یه آدم حسابی تو این خونه پیدا نمیشه. دوتا قاشق چای خوری، دوتا چنگال برای پنیر یا دوتا فنجون بشوره بس که با کفگیر و براق و خاک انداز و این چیزا صبر خوردیم مردیم. آهای چه خبرته؟ خفه نشی؟ بلند شو دوتا قاشق چای خوری چیزی بشو بعده بیا. بلند شو داشت بخش یه دقیقه روان نویستون میدید. چی؟ روان نویستون چی میخوای بنویسی؟ یه دقیقه کار سر صبحونه؟ تو چیزی گفتی بابا من؟ موقع حواسه نبود. بلند شو برو دو تا قاشق چای خوری بشو بیا گفتم. بیا کن همینه این لنگ جوراب منو نایدی؟ ببخش این بالا سر دیشب پای تلویزیون درش آوردم. نه ای بابا این چیه تو داری میخوری؟ این مسخره بازی ها چیه؟ تو این چی ریختی داری میخوری؟ این لیوان استکان ها کثیف بود بعد اینم خوبه خیلی مزه میده توش بخوری یه قالب بخور. به جای این پرت و پلا گفتنا و این مسخره بازی ها بلند شد تا قاشق چای خوری چیزی بهش ورد و بیار. حسش نیست. حالا یه قلوب این بخور خیلی نیچست. این سریال تاریخی هست بگیم. نه هم خودت بخور. یاب نه. یه قلوب دیگه بخور. آقا جون خیلی متشکرم. سر به سر من نزا فرام. من حوصله شوخی کردن ندارم. سلام. ببینم میشه بفرمایید کدوم آدم باهوشی با این ظرفا رو شسته؟ من چیه؟ جورا جورا به منه که تو با این گرفتی شستی؟ من کجا میدونم این بغل ظرفشویی بود؟ من میگم چرا این چایی با باقالی پخته میده؟ یه نوش این رو پای تو یه قلوب بخور بس کن این دیگه ناسلامتی تو این خونه چند تا آدم باسواد و تحصیل کرده دارن زندگی میکنن مثلا آلمان رفته ببین هیچ کدوم رعایت نظافت و این چیزا رو نمی کنین شلخته بازی همش اینطوری نمیشه من شب باید بیام راجع به این شلخته بازی و نظافت این خونه باهاتون صحبت کنم بینجا بیا عمو جون این چایی بخور نه بیا بخور ببین چه بویی میده نه نه بیا عمو جون بیا خودت مخواه نه خب از بیا چی درگشت بگم چی؟ بیا فیلم شما وای که خون جوش ارده زده به اعصاب اعصابم پاک خورد شده امان از دست آدم نفه چی شده حالا؟ بیل منو ندیدی؟ خب بیل تو حیات دیگه میکایی خب نیست دیگه مثل که قوم تاتار و مغول اومدن حمله کردن همه جا شخم کردن هیچی سر جاش نیست من تعجب میکنم این نصرت خان که من تر و تمیزه این آدم های کثیف و به هم ریخته شکمباره مصرف کننده چطور دور هم جمع کرده هیچ که احساس مسئولیت نمیکنه تو این خونه تو کارتو بکن کارتو بکن اه میکایی؟ بله بیل زیر تخت چی کار میکنه؟ خب منم همینو داشتم میگفتم دیگه هیچی سر جاش نیست بیل زیر تخت چی کار میکنه ها؟ بنازم ای بابا خب من چه کار کنم؟ دو هفته از پشت سر هم دارم ظرف میشورم تازه خارج از نوبت هم دارم ظرف میشورم خب بابا خسته میشم یه کسی کمک کنه دیگه اینجا هم که شده این هتل همه میخورین میخوابین هیچی کمک نمیکنه چرا به من نگاه میکنی؟ یعنی چی چیزی کمک نمیکنه؟ من خودم همیشه دارم جوراب میچورم یه بار دادم جنابالی شست زحمت کشیدم آقا مسئله فقط از ظرف شستن و جوراب شستن نیست
باغچه هست، باغ هست، حیاط هست، بالکن هست، مسئله نظافت کل خونه هست. ها؟ چرا کارا رو تقسیم نمی‌کنی؟ هر کس مسئولیت یه کاریو به عهده بگیره. اینجوری همیشه خونه تمیزه. نمیشه پسرم. این کار مستلزم اینه که تمام وقتمون رو بذاریم. اون وقت هممون از کار و زندگی میافتیم. خونه به این بزرگی رو نگاه کنین، وسعتشو ببینین. اگه یه لشکر بزرگ از صبح تا شب اینجا رو بشورن و بسابن، بازم تمیز نمیشه. خب چرا کار رو تقسیم نمی‌کنی؟ هر کس مسئولیت یه کاریو به عهده بگیره. اینجوری خونه همیشه تمیزه. من میگم مثلا یه کسی رو استخدام کنیم. تو هزینه‌شو تقبل می‌کنی؟ شما تقبل می‌کنی آقای فرات خان؟ جناب آقای فرامرز خان شما آه. چی؟ تقبل می‌کنین؟ من نه، ولی یه فکر توپ دارم. بفرمایید. بگو. آقا جون شهردار بذاریم. هر روز یکی شهردار بشه. ما تو قبرس اینجوری بود دیگه، یه شهردار می‌ذاشتیم، هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد. خوبه؟ آره راست میگه، فکر خوبیه نه؟ اینم نمیشه. شهردار باید کسی باشه که تمام وقتشو بذاره برای این خونه. تمام وقت با احساس مسئولیت بالا. حالا ببینم کدوم شما حاضرین شهردار بشین تو این خونه ببونین؟ من نه. راست میگه. بفرمایید. آقای فرامرز خان این کار به درد قبرسش جناب عالی میخوره. چرا کارا رو تقسیم نمیکنه؟ هر کس مسئولیت یه کاری رو اینجوری خونه همیشه تمیزتر. اصلا میدونین چیه داداش؟ به نظر من به همین طلعت خانم خودمون یکم پول بیشتر میدیم که وقت بیشتری برامون بذاره، بیاد اینجا کمکمون کنه، هم از خودمونه، هم میتونیم بهش اطمینان کنیم، هم بالاخره یه پولی هم بهش بدیم. اونم نمیشه خواهر من. من دیروز با طلعت خانم صحبت کردم، بیچاره آرتروز داره، نمیتونه زیاد کار کنه. ای بابا. خب بالاخره چی کار کنیم؟ ما که هر چی میگیم تو رد میکنی. آره ده همه رو داره رد میکنه که. آره دیگه تکلیفمون چیه اینجوری؟ نمیتونیم تو ابد تو این آشغال زندگی کنیم که. من که میگم همون شهردار بذاریم. شهردار میدونی یه نفر وقتی مسئولیت داشته باشه. من که سر کارم. آقا گفتم من که ساکت، این کار به درد قبرس شما میخوره. فقط یه راه میده. خونه رو میفروشیم. چی کار باید کرد با این همه اتاق و باغ و باغچه و این حرفا؟ کارا رو تقسیم کنیم. خب چرا خونه رو بفروشیم؟ اصلا چرا من سوال میکنی؟ خب یا تو پرسی، ساکت باشی دقیقه. آقا من میگم فکر خوبیه. با یه بساز بفروش شریک میشیم، یه برج پنجوادی میسازیم، حسابی هم توش میخوریم و ازمون توپ میشه. آقای فرمرز خان جانم، مثل اینکه شما منظور من رو اشتباه فهمیدیم. وقتی این خونه به فروش بره، کل پولش واریز میشه به حساب شخصی آقا جون. فقط مقدار کمیش برداشته میشه برای خرید یه آپارتمان کوچیک. باز هر چی تشمون کلش گفتم واریز میشه به حساب شخصی آقا جون، تا کسی نتونه سوء استفاده بکنه و از این مسئله بهره مند بشه. من که موافقم. من موافقم. البته اگه همینجوری که تو میگی باشه و همین ترتیبی تو گفتی باشه، من موافقم. هم واسه آقا جون یه آپارتمان کوچیک گرفتیم، نزدیک خودمونه، میتونیم راحت بهش سر بزنیم. همین که زندگی خودمون مختل نشه. خب خوبه، ولی یه مشکلی هست. چی؟ اینکه ما تا الان فکر خودمون بودیم، همینجوری بردیم دوختیم، یه ذره فکر آقا جون نبودیم. خونه مال آقا جونه، باش خاطره داره. بعد نظر آقا جون خیلی مهمه. ها آخی راست، نظرشو پرسیدی؟ ببین ناراحت نباش، من یه فکر میکنم یه مقدار که بگذره آقا جون به این وضع عادت کنه، به وضع جدیدش. آقا یه فکری. چی؟ آقا جون بفرستیم خانه سالمندا که عریضه اکتو. خیلی بیشوری. ای نامرد انگل کچل. اما فرامرز بابا ما اینا همینجوری پیشنهاد بود، قبول نمیکنیم. اینجور فوش ندین. هرش کنیم. فرهاد تو هم نگران نباش، یه مدت که بگذره آقا جون به وضع جدیدش عادت میکنه. باشه، من حرفی ندارم، ولی خودت میری جلو پیشنهاد میدی. ما آره. اصلا آره ما حرف نمیزنیم. خودت باید میدی. خودت باید. من فردا باهاش صحبت میکنم، کاملا راضیش میکنم. فکر کنم اگه ببینی که قضیه منطقیه قبول میکنه، مخالفت نمیکنه. خیلی خوبه، بریم بخوابیم دیگه. راست میگه، بلند شیم حالا زودتر بریم بخوابیم که فردا خواب نمونیم. خب چرا جاها رو تقسیم نمی کنیم؟ جدی میگم چرا جاها رو تقسیم نمی کنیم؟ بابا هر جا میخواه بگیم. من همش بعد اینجا بخوابم، شما اونجا بخوابیم اون کاناپه. اما جی یه نقه بیا. میگم چرا جاها رو تقسیم نمی کنیم؟ خیلی خواهم اونجا میخواه.
چیکار میکنی میخوای؟ نصرت خان عجب فیلمای خوبی داری، جنگی، به به، چرا نمیدی من ببینم؟ من گفتم بیا اینجا با تو مشورت کنم، گرفتاری برام پیش اومده، ناراحتی دارم، بشینیم حرف بزنیم، راه حل پیدا کنیم. رسید هفتی سراغ فیلم ها. بابا چی آخه چی شده؟ راحت آروم باش، خب بگوینم چیه عزیزم، چیه جانم؟ میخوای؟ بله. تو بی حرمتی میدونی یعنی چی؟ بله این که همه ما میدونیم فرامرز خان. نه بی حرمت، نه بی حرمتی. چیه؟ چی شده؟ چیه؟ عمری زحمت بکش، بچه بزرگ کن، هرچی میخوان در اختیارشون بذار، در رفاهشون، در شادیشون، در زندگیشون، همه چی بهشون بده و خودت دلت به یه چیزایی خوشه، وقت بخوان یهو دست جمعی بچه ها همه رو بریزن آتیش بزن. ای بابا راحت باش، بخند، بگو، با من حرف بزن، سنگ زیر آسیا باش، این کوه، این من. ای بابا چیه مگه؟ کوه باش، کوه. میخوان خونه رو بفروشن. چی؟ میخوان خونه رو بفروشن. کوهو یواش یواش یواش، تو سر شدم، بدبخت شدیم، چه مصیبتی بود. یواش 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 باشیم، برم برم برای دابقند بیارم. چه قبل چه تخت خواب نرم و لطیفی، به 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 چقدر خوبه. آخه عجب جای خوبی میخوابه این نصرت. آخه برو اونجا بشین. چه؟ اونجا که جا هست برو بشین دیگه. اون بر بشین ببینم. ما رو ببین دل، به چی خوش کردی؟ ما میخواستیم تو کمکمون کنی، تو چرا این ریختی شدی؟ آقا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، نباید بذاری خونه رو بفروشن. گفتم بچه ها میخوان خونه منو بفروشن، تو چرا حالت به هم خورد؟ چرا متوجه نیستی؟ اگه خونه بفروشن ما کجا بریم؟ بیدار کجا میشیم؟ بدبخت میشیم. ما که پول نداریم، هیچ کس جواب نمیده، راه بهمون نمیده. همش تو فکر این هستم که چشام کور شده، یه عینک دودی زدم، یه دنبک دستم سر میدونه، منک دارن تلق تلق دارن دنبک میزنم. خدا 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 روز نهیر راست میگه، حق با تو. باید یه فکری کرد، باید یه فکر بکری کرد. آقا اصلا بگی خونه به اسم شما نیست، ها؟ چرا میخوای بذاری بفروشم؟ میکایل جان تو که میدونی همه زندگی من و بچه هم خونه درسته به اسم منه، ولی عاقبت مال اوناست. آقا باید که گیج شدم، پس چرا نگرانی؟ ای بابا من نمیتونم از این خونه برم، من اینجا به دنیا آمدم، تو همین خونم باید از بین برم، به بچه هم نمیتونم نبگم. باید یه فکری کرد، یه رای بده کرد خود بچه هم منصرف بشن. فقط بله پس تو فکری میخوای نقشه بکشی که خود به خود منصرف بشن. باریکلا نه بهشون نمیتونم بگم، باید یه فکری کرد. خواهی نمیگفتی باید فکر کرد. بله خب حالا تو من فکر میکنم، برو دو تا استکان چای بیار. برو چی؟ گفتم برو دو تا استکان چای بیار تا من فکر کنم. نشه باشه، جمع کن خودتو.
یالا. باشه چشم، برو دو تسکان چایی بیار. بدون چای فکر میکنیم. باشه آقا جون. آقا جون چیه؟ جکیشان نداشت یه فیلمای دیگه گرفتم. گفت اینم قشنگ. ابلت چطه؟ بیچی کسی اون توه؟ به تو چه مربوطه؟ فضول. آره رفت. نه نه بابا خودم ردش کردم. بیا نقشمون باید مو به مو انجام بشه. هیچ کس هم نباید بفهمه. کسی بفهمه نقشه لو رفته. نقشه چی هست؟ نمیدونم، ولی هرچی هست میدونم قضیه رو حل میکنه. خوش بدارم. اه علی رضا فیلم آورده برات. جالبه چقدر فیلم آورده. جزیره گنج، اسرار دریا و چه نسخه جدیدش هم هست. اینو بزنیم ببینی. تو چطور دارید میاد توی موقعیت بشینی فیلم نگاه کنی؟ جون مادر بزن ببینی. گنج دوزه دریا نسخه جدیده. بزن ببینی. دیدن نیست که. نخور فیلمه. فیلم قشنگی. گنج دوزدان دریایی. پیدا کردم. زحمت کشیدی، خودم پرت کردم اونجا. راه حل رو پیدا کردم. جون من چیکار باید بکنی؟ فقط باید حواست جمع باشه، دقت کنی که کاملا خودت رو راضی نشون بدی. خب بعدش ببین، بعدش باید چیز میکنی، حواست جمع باشه که کسی نبینه که چیکار داری میکنی. برای اون از الان موقع چایی ارد دادنه. درد بی درمون. بابا شوخی کردم. ببین آقا جون، من امروز سر کار نرفتم برای این که چی اونجاست؟ کسی اونجا نیست. چرا؟ مثل این که میکائیله. میکائیل؟ میکائیل با تو هم بی بیرون بینن؟ بله بله سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ درخت چه گرفتم؟ مگه درخت داشت میافتاد؟ اونه ولشون، حرفتو بزن. نه برها میدونی، من از طرف بچه ها مأمور شدم که یه موضوعی رو با شما در میمیزم. اگه حمله بر گستاخی نمیشه و نشه شما ناراحت نشین، ما تصمیم گرفتیم که این موضوع رو با من میدونم. میدونی؟ بله آقا. یعنی میدونم که این موضوعی که میخوای بگی از طرف خود و بچه ها نباید حمله بر گستاخی بشه. میدونم. پس خیالم راحت شد. بله. ما با بچه ها تصمیم گرفتیم. میگم تفلی فریدون، چه مأموریت سختی هم بهش دادیم. تفلی آقا جون خیلی ناراحته، دلم براش میسوزه. تفلی خونه دلم برای همه جاش تنگ میشه. اتاقم پیتزا چقدر میچسبه الان؟ تفلی عمو فرامرز دیگه قاطی کرد، داره چرت و پرت میگه. همین بله. این که مشکلی نیست که، این که مسئله نیست. شما اصلا وکیل من، هر کاری صلاح میدونی انجام بده، من حرفی ندارم. آقا جون میدونین، جون فریدون اگه یه وقت تو تعارف رو درواسی گیر کردین بگین، نظر شما برای من نه 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 نمیفته. نه بابا چه رو درواسی، این خونه مال خودتونه، هر کاری میخواین بکنین، من حرفی ندارم عزیز من. آقا جون ببینین، این خونه میدونم برای شما همش خاطره است، شوخی نیست. شما تو این خونه به دنیا آمدین، زندگی کردین، صحبت 60-70 سال زندگی و خاطره است. یادش یعنی برای همه ما خاطره است. خود من
یادتونه یه توپ چرمی بزرگ برام خریده بودین، بعد یه لباس قرمز راه راه توپل مپلم بود، توپل مپلم بودم، لباس قرمز تنم بود، با توپ هم میزدم این گلدونای آقا میکائیلو میشکوندم. اون وقت الفران، بعدش آقا میکائیل به دنبال من، من بودو آقا میکائیل بودو، من بودو آقا میکائیل بودو، من بودو آقا میکائیل بودو. چی شد؟ من رفتم تو خاطرام آقا جون، این چیزه، این پسره به همسه اسمه چی بود؟ پدرام. آره، بله بله، طلا دستم شیشه شکسته. درست یادمه. به هر حال خیلی لطف میکنی عزیز من، از نظر من خاطرتون جمع باشه، هیچ ایرادی نیست، حل. دست شما در نکنه آقا جون، امیدوارم که بتونم جبران کنم. نه آقا جون، بچه ها مثل که دارن فوتبال میبینن، اگه اجازه بدین منم برم ببینم چند چندن. میکایی به پا درخته نیفته. نه زیادم لخ نیست. نصرت خان آنی بود بچه ها بنا درست یاد گرونت همون برو بس همون درست شد گرونت همون درست شد خان. چی شد آقا جون؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی شد آقا جون؟ من خواب دیدم، خواب عجیب و وحشت. خواب دیدین؟ الهی خیر باشه، چی خواب دیدین؟ من خوابیده بودم، الان یه وقت دیدم که چه خوابی؟ حالا آقای تجمع نکنید، لطفا بفرمایید بیرون. من باید بمونم شما داره میگه میخوایی؟ ایشون باید استراحت کنم. آقا جون داد زده، ما آمده سراغش. آقا بفرمایید، در این لحظه هیچ چیزی بهتر از استراحت برای ایشون نیست. آقا بفرمایید، بفرمایید، چه طرز برخورد آقا؟ استراحت خوبه، خوب میشه، فردا خوب میشه، فردا میگم. بفرمایید، بفرمایید، فردا میگم. باید استراحت کنم مگه نه؟ فردا، فردا، بفرمایید، برو امشب بهشون نگیم بهتره، بذار تا فردا انتظار بکشن. آخه دیشب آقا جونو دیدین؟ طفلکی خیلی ترسیده بود، اصلا رنگ و رو نداشتی که. آره میبینید دقیقا بحث اون شبی بود، آقا جون تو ناخودآگاهش از ترک خونه اصلا راضی نیست. طبیعیه دیگه، آدم یه مدتی جایی باشه یه مدت کم هم باشه نمیتونه دل بکنه، چه برسه با آقا جون بعد این همه سال. من خودم از قبرس میخواستم آزاد بشم، اصلا تمام هم قبرسی ها بغض کرده بودن، نمیتونستن دل بکنن، یه وضعی بود. خودم تا یه چند وقت خواستم حالم بد بود، نمیشه، سخت دیگه. سخت نیست؟ چرا خیلی سخت؟ یه قضیه رو متوجه شدین؟ چی؟ تو اون شلوغی و اون وقت شب میکائیل یهو پیدا شد، به این قضیه هیچ فکر کردین؟ اون وقت شب اونم با کت و شلوار آقای میکائیل پیداش بشه. خوب دقت کنین، اون وقت شب کت و شلوار میکائیل، اون وقت شب با کت و شلوار میکائیل، با کت و شلوار اون وقت شب. آره با میکائیل. فریدون دیشب صبحنتی که خوردی موقع رفتن نمایشگاه، یه سر به اتاق من باید کار داره. چشم آقاتون. تو شلوار؟ آره با عینک. عینک نداشت که چرت و پرت. عینک نداشت. با این دو چرخ شلوار بود فقط.
کوچلوار با یه دو چرخه. اون وقت شب. آقا جون شما چی دارین میگین؟ درست شنیدم؟ خود گلنسا به من گفت، حبیبم تایید کرد. خیلی عجیبه. ببینم، یعنی گلنسا با شما راجع به گنج صحبت کرد؟ با گفتم که گنج صحبت کرد. آجون شما که این حرفا رو جدی نمیگیرین که نه؟ اما هر وقت حالا گلنسا و حبیبه به خواب من اومده، هر چی که گفتن درست در اومده، دروغ بروغ توش نبود. گنج خواب خواب. آجون این تعبیرش چی میتونه باشه ها؟ گنج نمیتون. گنج خواب یعنی حقیقت ممکنه داشته باشه؟ همه چی ممکنه بسرم. همه چی ممکنه. گنج